خونه کاباره و این جور چیزا و فاحشه در اختیار میذاشته. این خانم وقتی میمیره میگن این وصیت کرده که داراییاش وقف تشیع بشه و حوزه علمیه، میان حوزه علمی میزدن. این وجوهات هم یه کلک استعماریه، استعمار که خودش نمیتونست علنا بیاد پول بده، میگفت اینا وجوهات مردم دادن، تجار دادن. مثل که همین انقلاب سیاه که شد زمان محمد رضا شاه، یک افرادی رو که اسامیشون هم معتبر شما میشناسیم میگفتن آقا یارو 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون در سال وجوهات میده، کمک میکنه. آخه شما در نظر بگیرید کدوم ابلهی وکیل باشه، سرمایه‌دار باشه، تاجر جهانی باشه، بعد بیاد تاجره که چقدر خسیسن، هر کسی خسیسه، سخاوتمندی وجود نداره. سخاوتمندی به اون حدی که میلیون میلیون بدن وجود نداره، 10 دلار 20 دلار میدن. ولی همه این میلیونایی که میگفتن میدادن حتی زمان شاه، اینها از سن